سلام و صد سلام خدمت تک تک شما عزیزانی که بیننده برنامه از کی بپرسم هستین. امیدوار هستم که در هر گوشه از افغانستان زندگی میکنین، جور و صحت و صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. ما مثل همه 6 اشتراک کننده داریم، 50-50 امتیاز و 3 چراغ سبز. امشب 6 اشتراک کننده با خود داریم و آمدن تا برنده 15,000 افغانی از برنامه ما باشن. اما ای که کی برنده هست تا هنوز معلوم نیست. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتان باشین و در نخست میریم با اشتراک کننده های خود آشنا بشیم. محمد تمیم متعلم، متین احمد محصل، شبیر احمد لیسانس، زیولا محصل، سردار محمد کارمند دولت، سمیالا فارغ صنف 12. دوستای عزیز برگشتیم به استودیو، قسمی که شما هم با اشتراک کننده های ما آشنا شدین. امشب 6 اشتراک کننده در برنامه فعلا هست. بسیار زود خوش آمدین. اولا شبیر احمد جان خوش آمدین به برنامه. هم اسم شما متین جان، بسیار زود خوش آمدین. و تمیم جان شما هم بسیار زود خوش آمدین به برنامه. شما در یک تیم هستین و زیولا جان، سردار محمد جان و سمیولا جان بسیار زود خوش آمدین به برنامه. شکر. خوب هستین؟ بخیر آمدین. خدا کنه که یک برنامه فوق العاده ما امشب داشته باشیم. ما تو پر انرژی و کوشش کنین که در سوالاتی که مثلا میپرسم دقت بیشتر داشته باشین. کی امشب ما تو فوق العاده آماده آمده؟ همگی جان آماده هستین. کی دوست داره که به مرحله نهایی بره؟ تمام تان هم باید یک تان برین به مرحله بری. قاری صاحب، سمیولا جان شما قاری هستین؟ بله. چی خوب است که در شروع برنامه از خود ما یک قرائت داشته باشیم و بشنویم از خودت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك وزرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاءالله نام خدا، چقدر یک قرائت زیبا و واقعا امشب زیاد خوشحال شدم که شروع برنامه ما با قرائت شما آغاز شد. سمیولا جان بسیار زیاد تشکر. سمیولا جان در کجا یاد گرفتی و چقدر حفظ داری قرآن کریم را؟ الحمدلله حافظ قرآن کریم است، مکمل حفظ کردیم. نعم و در ولایت لوگر در ولایت خودی ما مسکن دیگر حفظ کردیم. در چقدر وقت شما حفظ کردیم؟ تقریبا در 2 سال مکمل حفظ کردیم. ماشاءالله نام خدا. 30 پاره را گفتیم؟ آه بالکل. ماشاءالله نام خدا، امیدوارم که موفق باشین و خیلی قرائت زیبا داشتین امشب. شکر. دوستای عزیز در این بخش برنامه که مرحله اول برنامه ما است، از شما بسیار در سوالات آسان پرسیده میشه که من مطمئن هستم همه تان میتونین جواب بدین. سوالاتی است که روزانه شما با او سر کار دارین. مرحله بعدی ما که مرحله از کی بپرسم است، سوالات نسبتا مشکل میشه. شما باید دقت بیشتر داشته باشین، با یک دیگر نقل نتین. کسی که نقل بته چراغش سرخ میشه و کسی که هر چیزی چراغش سرخ شد از برنامه حذف است. و امیدوارم که امشب کسی که واقعا آماده آمده مطالعه بیشتر کرده برای مرحله بعدی، یعنی مرحله نهایی ما، و برنده 15,000 افغانی از برنامه باشه. درست است؟ میشه. پس آماده هستین که مرحله اول خود را آغاز کنین؟ بله. اولین سوال را از زیولا جان میپرسم. زیولا جان، سوره اخلاص به کدام سوره گفته میشود؟ سوره اخلاص به سوره قل هو الله احد. آفرین، کف بزنین به افتخار زیولا. زیولا جان جواب خودت درست است و خودت 10 امتیاز به دست آوردی. سوال بعدی را از شبیر احمد جان میپرسم. شبیر جان، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عمر چند سالگی از جهان رحلت کرد؟ 63 سالگی. آفرین، خودت 10 امتیاز به دست آوردی. تشویق کنین شبیر جان را. سردار جان، حضرت ابوبکر صدیق خلیفه چندم مسلمین بود؟ اول. آفرین، کف بزنین به افتخار سردار محمد جان. سردار جان یک قسم قار هستین. چرا؟ نه نیستم قار. شده قار کنه هستین؟ نه من خیلی فکر کردم قار هستین. نه نیست. خب خدا کنه که قار نباشین. نه نیستم.
بسیار خوب. متین جان، چند وسیله ای که نجار از آن استفاده میکنه را بر ما نام بگی. آره. آفرین. ماشین. آفرین. رنده. رنده. تیشه. آفرین. ده امتیاز بده. سواری کف بزنین به افتخار متین. سوال بعدی را از قاری صاحب میپرسم. قاری صاحب، سه حیوانی را نام بگیرید که به شکل گروهی زندگی میکنن. خب مثلا شیر. شیر است، گرگ است و همچنان آهو. اینا و شیر، زنبور. آفرین قاری صاحب، جوابتان درست است. کف بزنیم به افتخار قاری صاحب سمیع الله. سوال بعدی را از تمیم جان میپرسم. تمیم جان قبل از اینکه سوال ازت بپرسم، خودت ورزش دوست داریم؟ دوست دارم. کدام ورزش را؟ ورزش کرکت. کرکت. کدام بازیکنش زیاد دوست داریم؟ گلبدین. بسیار خوب. گلبدین نایاب. نایب. نایب. بسیار خوب. از خارجی ها؟ از خارجی ها مکسویل. آفرین. بسیار خوب. تمیم جان، سوال هم ازت میپرسم. سوال ورزشی است ولی مربوط کرکت نمیشه. در کدام ورزش از وسایل نقلیه استفاده می شود؟ مثلا بایسکل رانی، موتور، موتور دوانی. آفرین. و دیگه موتورسیکل دوانی. آفرین. ده امتیاز بده ساردی، به افتخار تمیم جان کف بزنیم. هر دو تیم واقعا در مرحله اول بسیار خوب پیش میرین. امیدوار هستم که مرحله بعدی هم همتون باشین. زیاولا جان، مترادف واژه عاقل چیست؟ مترادف معنیش؟ عاقل، هوشیار. آفرین، هوشیار، دانا. کف بزنین به افتخار زیاولا. سوال بعدی را از شبیر احمد جان میپرسم. دو تا از عملیه های ریاضی را نام بگیرید. جمع. آفرین. تقسیم. آفرین. و آفرین. کف بزنین به افتخار شبیر احمد جان. سوال بعدی را از سردار محمد جان میپرسم. شما مصروف چی کاروبار هستین؟ خودم کارمند شاروالی هستم. بسیار خوب. در کدام بخش؟ شاروالی لوگر، مدیر اجرای. آفرین آفرین، ماشاءالله. چی گفتنی دارین برای ما هموطنای ما که نظافت شهری را مراعات نمی کنن؟ نظافت شهری را باید مراعات کنن، به فرهنگ شهرنشینی عادت کنن. تا که شاروالی باشه که کثافات از ور انتقال بده. دقیقاً. خودشان باید سهم بگیرن. شهر ما، خانه ما. یه فشار است. بله، و امیدوار هستم که بینیدهای ما عمل بکنن. خب، سردار جان، سردار محمد جان، من سوال ازت میپرسم. بجز جمپر، پوشیدنی را نام بگیرید که در فصل زمستان پوشیده میشود. جاکت. آفرین جاکت. دیگم نام بگیرید. حتی برخطا هستین. دستکش. دستکش. کلا. جراب. و حال کف بزنین به افتخار سردار محمد. متین جان، بسیار زیاد یک سوال مشکل برای خودت آمده. مشکل؟ فرق نداره. فرق نداره؟ نه. فرق نمی کنه؟ نه. نام بچه لیونل میسی چیست؟ چیه؟ تیادرس. نقل نتین شبیر احمد جان. چیست؟ تیادرس. او چی مانا؟ شوخی کردم امروز. سوال حالت میپرسم. خودت به خاطری گفتی که فرق نمیکنه که سوال هر قسم باشه. متضاد واژه زندگی چیست؟ متضاد زده زده واژه زندگی. مرگ. آفرین. کف بزنین به افتخار متین. دیدی که سوال مشکل تا آسان چقدر فرق داره؟ در سوال مشکل بیخی سرخ شده بودی. نه، مشکل نبود. خواسته ای قاری صاحب سمیع الله، یک دقیقه چند ثانیه است؟ 60 ثانیه. کف بزنین به افتخار قاری صاحب. آخرین سوال از مرحله اول از تمیم جان. تمیم جان، حیوانی را نام بگیرید که چندین روز بدون آب زندگی کردن میتواند. شتر، فیل. شتر و فیل. فیل. و جواب درست است، شتر، فیل و مار. کف بزنین به افتخار تمیم جان. مرحله اول برنامه ما همینجا پایان میرسه. با برنامه آشنایی پیدا کردین؟
چی فکر میکنین فعلا که کدامتان حاله بعد از اینکه یک مرحله رو سپری کردین کدامتان میتونین برین به مرحله بعدی؟ انشالله کدامتان؟ انشالله همگی ما کوشش میکنیم توکل به خدا تصمیم دارم همگی امکان نداره باید یکی بره شبیر احمد جان شبیر احمد جان بسیار خوب معلوم میشه که واقعا خیلی لایق هستین توکل شما کدام رشته رو خواندین درس؟ من از انجینری سوال فارغ هستم بسیار خوب ماشاءالله فعلا چی وظیفه دارین؟ فعلا بیکار خب یه خدا مهربان است شبیر احمد جان مهربان شما تشکر شبیر احمد جان کسایی که بیکار هستن برشان چی پیام دارین؟ واقعا از بیکاری خود بخصوص طبقه ذکور زیاد رنج میبرن و خود از درون میخوان که ما بیکار هستیم و از تو موضوعات والا باید یک راه حل برای سنجیده شد کسایی که در رأس هستن البته کسایی باید... که در رأس هستن باید به فکر ملت باشن دقیقاً تا با کی قسم بی سرنوشت بمانیم یا بریم به ملکای بیگانه مسافر شیم باید یک تصمیم بگیریم دقیقاً خب ما هم در این بخش برنامه یک وقفه کوتاه داریم زود برمیگردیم محمد تمیم 70 امتیاز 3 چراغ سبز متین احمد 70 امتیاز 3 چراغ سبز شبیر احمد 70 امتیاز 3 چراغ سبز زیالا 70 امتیاز 3 چراغ سبز سردار محمد 70 امتیاز 3 چراغ سبز سمیع الله 70 امتیاز 3 چراغ سبز بله برگشتیم به استودیو و قسمی که شما هم بیننده هستین در قسمت و در مرحله بعدی یعنی مرحله اسکیو فرسم هستیم و امیدوار هستم که هر کسی که امشب آماده برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشم خب در این قسمت برنامه من از شما سوال میپرسم کسی که جوابش را میدانه زنگ را فشار بده اولا دستتون سر زنگ ببرین سوالی را که من ازتان میپرسم بسیار سوال آسان است و هر کس که زنگ را در شروع فشار بده زمام امور به دست خود اون نفر میآید و اون نفر میتونه برام بگه که از کی بپرسیم درست آماده هستین ولسوالی چهار آسیاب مربوط کدام ولایت کشور میشود آفرین ضیاءالله جان مربوط ولایت کابل آفرین کف بزنین به افتخار ضیاءالله ضیاءالله جان آفرین جواب خودت درست است و خودت 10 امتیاز به دست آوردی و زمام امور هم به دست خودت قبل از اینکه برام خودت بگویی که از کی بپرسم گفتن که خودت یک شعر داری برام بله یه شعر دارم اگه از خودت قبل از اینکه برام بگویی از کی بپرسم شعر را برام دکلمه بکنیم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم یک شعر است از مولانای بزرگ میگه عشق را به معرفت معنا مکن عشق را به معرفت معنا مکن زر نداری مشت خود را وا مکن گر نداری دانش ترکیب رنگ گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن خوب دیدن شرط انسان بودن است خوب دیدن شرط انسان بودن است عیب را در این آن پیدا مکن دل شود روشن ز شمع اعتراف با کسی از بد کرده ای حاشا مکن ای که از لرزیدن دل آگاهی هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن زر به دست طفل دادن ابلهی است عشق را نظر غم دنیا مکن پیرو خورشید یا آینه باش هر چه عریان دیده ای افشا مکن هر چه عریان دیده ای افشا مکن تشکر نام خدا یک کف بزنین به افتخار ضیاءالله ضیاءالله جان خیلی زیبا فوق العاده زیاد مقبول بود و تشکر از این شعر زیبا که امشب در برنامه با ما شریک ساختین تشکر از کی بپرسم ضیاء جان خب از انجینر صاحب شبیر احمد جان از شبیر احمد جان شبیر احمد جان سوال را برات میخوانم دقت داشته باش بوستان و گلستان اثر کدام شاعر است؟ یک دو سه چار میتونی؟ و پنج خودت چی گفتی؟ حافظ خودت حافظ را انتخاب کردی و متاسفانه شبیر احمد جان اولین چراغت سرخ میشه و در جان کم جواب شام از کسی میفهمه جواب شام سعدی دقیقاً کف بزنین به افتخار ضیاءالله ضیاءالله جان آفرین خودت توانستی که از تیم مقابل اولین چراغ کسی را که سرخ بسازی او
شبیر احمد جان بود. و فعلا هم زمام امور به دست خودت است و خودت باید برام بگی که از کی بپرسم. خب بیبر از برادر عزیزم متین احمد جان. از متین احمد جان. متین احمد جان باید دقت بیشتر داشته باشی که خدای نکرده چراغت سرخ نشه. درست. بازی والیبال در کدام کشور به وجود آمد؟ یک. آمریکا. آفرین. کف بزنین به افتخار متین احمد. متین جان آفرین. جواب درست است و خودت 10 امتیاز به دست آوردی و زمام امور انتقال کرد به خودت. و خودت فعلا صلاحیتی را داری که باید بر ما بگویی از کی بپرسم. از قاری صاحب سمیع الله جان. از قاری صاحب سمیع الله. قاری صاحب بسیار جد یک سوال آسان است و چه خوب تالهی دارین شما. گتی یک سوال در این مرحله دوم آمده. خوردنی را نام بگیرید که اطفال بیشتر به آن علاقه مندی دارن. چاکلیت. دیگر؟ دیگر چاکلیت. چاکلیت هسته. بسکویت این چیزا پاپر هسته. آفرین. کم بزنین به افتخار خاری صاحب. خاری صاحب جوابتان درست است و همی دوستای مای سه یک کف درست ندادن به افتخار صاحب. با اینا ما گفتم که وقت وقت مرا تشویق میکنن تکبیر بگین. تکبیر. خب. به اینا پیش ما گفتم. اینا وقت تکبیر بگین. میتونن تکبیر بگین. تکبیر بگین. تکبیر. الله اکبر. خاری صاحب فعلا زمام امور به دست خودت است و خودت باید در ما بگویی که از کی بپرسم. از برادر ما محمد تمیم. از محمد تمیم جان. تمیم جان کشور چین در کدام قسمت قاره آسیا موقعیت دارد؟ یک. جنوبی. دو. جنوب. سه. شرقی. چار. جنوب غربی. و پنج. اولین چراغت سرخ میشه و ده امتیازت کم. جوابت اشتباه و جواب درست شما در قسمت شرق آسیا. تکبیر بگوین به افتخار قاری صاحب سمیع الله. الله اکبر. خب قاری صاحب ماشاءالله شما بسیار جد خوب پیش میرین. تانستین که اولین چراغ تمیم جان را سرخ بسازین و فعلا هم زمام امور و دست خودتان است. از کی بپرسم؟ از متین احمد جان. از متین جان. متین جان سوال به اندازه آسان است. قدر آسان است که هیچ پرسان نکو. متضاد واژه خنده چیز؟ گریه. آفرین. کف بزنین به افتخار متین احمد جان. متین جان از کی بپرسم؟ از زیاولا جان. از زیاولا جان. زیاولا جان یک شعر است و این شعر رو برات میخوانم و خودت باید برام بگی که شعر از کدام شاعر است. درست؟ بی سخن باید شنیدن چون نگین نام مرا، زخم دل چندین زبان داده است پیام مرا. اگر شما به من زیباییش شعر رو نخوانم ولی خودت باید برام بگی که شعر از کی است. این شعر از یک. مولانا. دو. حافظ. سه. سعدی. چهار. و بیهقی. پنج. متاسفانه که در این نامایی که خودت گرفتی هیچ کدام جواب درست نبود. اولین چراغت سرخ میشه و امتیازت کم و جواب درست شام از بیدل دهلوی است و کف بزنین به افتخار متین جان. خودت واقعا شعر قبلی را بسیار زیبا سرودی زیاولا جان و من اگر بخشش باشم چی میگن؟ کم ما کرم شما. خب متین جان از کی بپرسم؟ زمام امور از دست خودت است. از سردار محمد جان. از سردار محمد جان که نام خدا هر سی چراغشان سبز است. سوالی را که من ازتان میپرسم دقت داشته باشین. آماده استین؟ بیرق کشور بلژیم از چند رنگ تشکیل شده است؟ یک. دو. سه رنگ. سه. کدام هست؟ و چهار. جوابتان درست است. زمام امور به دست خودتان آمده. رنگ هاشو میفهمین کدام رنگ هست؟ سبز. سیاه. سیاه. زرد. و سرخ. و خودتان در شروع سه گفتین. سه رنگ گفتین. جوابتان درست است. تشویق کنین سردار محمد جان را. و از زمام امور به دست خودتان آمد سردار محمد جان. از کی بپرسم؟ از متین احمد جان. از متین احمد جان. کلمه ای را نام ببرید که با کلمه غمگین هم قافیه باشم. یک. دو. سه. چار. و پنج. متاسفانه که اولین چراغت سرخ میشه و ده امتیازت کم و جواب شما است سنگین، رنگین، مسکین.
جگرخون. خود اولین چراغ سرخ شد و فعلا هم زمام امور به دست سردار محمد جان است. سردار محمد جان است که بپرسم؟ از شبیر احمد جان. شبیر احمد جان، من سوال برات میخوانم، دقت داشته باش. لوکا مودریچ بهترین بازیکن جام جهانی 2018 از کدام کشور است؟ از کرواسی. آفرین، کف بزنین به افتخار شبیر احمد جان. شبیر احمد جان، خودتان فوتبال میبینین؟ بله. کدام تیم؟ تیمای باشگاهی دیگه، بارسلونا. بسیار خوب، بسیار خوب. و یکی بسیار زود جواب دادین خودتان، حتماً معلومات بله درباره فوتبال زیاد داشتین و فعلا زمام امور به دست خودتان است و اختیار دارین که کی را دوست دارین از این تیم حذف شوه. سردار محمد جان. از سردار محمد جان که هیچ چراغ شدن و سرخ نشده. شما چی قرابت دارین؟ هیچی، هموطن است برادر. نه، یک آشنایی دارین ختما؟ بله بله. چی آشنایی دارین؟ سنفی مکتب است. نام خداین از دوران مکتب؟ بله بله. بسیار خوب، بسیار خوب. چند سال از خیلی دوست هستین؟ از سنف ده و این طرف دوست هستین. از سنف ده سال دوست هستین، ماشاءالله. خدا من دوستیتان پایدار داشته باشه. انشاءالله. اتو دوستا کم پیداست. قربان شما. اما دوستتان گفتن دوستی که از دوران مکتب است که باید از سردار محمد جان بپرسیم. محمد جان، سوال را مدد میپرسم. سوال نسبتاً هم آسان هم مشکل است. آماده است یک سوال دینی. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از 3 سال دعوت مخفی خود را در کدام مکان آشکار کرد؟ 1 2 در غار خورا. در غار خورا. 3 دوجا وحی آمد برش. 4 مدینه منوره. و 5 متاسفانه سردار محمد جان اولین چراغتان سرخ میشه و در امتیاز شما هم کسی جوابش میفهمه؟ بله. کوه صفا. و بله، جواب درست شما در تپه صفا بود. شبیر احمد جان، شما اولین چراغ سردار محمد جان را سرخ ساختین و فعلا هم زمام امور به دست خودتان است و باید ببین که از کی بپرسم. از ضیاء الله جان. از ضیاء الله جان. ضیاء الله جان، خودت 2 چراغ سبز داری و 1 چراغ سرخ، پس باید دقت بیشتر داشته باشی که چراغای سبزت را حفظ بکنی، درست است؟ ان شاء الله. سوال را ازت میپرسم. ولادیمیر کلیچکو ورزشکار معروف رشته بوکس از کدام کشور است؟ 1 حساب کنین. 2 از کشور روسیه. 4 آمریکا. و 5 فرانسه. ضیاء الله جان، متاسفانه که اول دومین چراغت سرخ و ده امتیازت کم و جواب درستش هم از کشور اوکراین بود. و تشویق کنین شبیر احمد جان را. شبیر احمد جان، از کی بپرسم؟ از قاری صاحب. از قاری صاحب سمیع الله. قاری صاحب، پیغام رسان لقب کدام حیوان است؟ 1 کبوتر. آفرین، کف بزنین به افتخار سمیع الله. قاری صاحب آفرین، جوابتان درست است و خودتان 10 امتیاز به دست آوردین و نام خدا که هر 3 چراغتان تا هنوز سبز است و زمام امور به دست خودتان است. از کی بپرسم؟ از انجینیر صاحب شبیر احمد. از شبیر احمد جان، واحد پولی کشور بحرین چیست؟ 1 2 ریال. 3 چی گفتین؟ ریال. 4 دینار. و 5 ریال یا دینار، یکیش درست است، کدامش؟ دینار. دینار را انتخاب کردین، نقل لطفا نتین و آفرین، جوابتان درست است و در امتیاز به دست آوردین. تشویق کنین شبیر جان را. شبیر جان، زمام امور زود پس به طرف خودتان آمد، متوجه هستین؟ بله. امی زمام امور را میخوای که پیش خودتان باشه، از کی بپرسم؟ از سردار محمد جان میپرسم. از سردار محمد جان. قبل از اینکه ما سوال را از سردار محمد جان بپرسم، وقفه داریم. وقفه را کی میگه برام؟ بله. ضیاء الله جان برام اعلان میکنم. خب دوستان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
محمد تمیم 60 امتیاز دو چراغ سبز، متین احمد 80 امتیاز دو چراغ سبز، شبیر احمد 80 امتیاز دو چراغ سبز، زیالا 60 امتیاز یک چراغ سبز، سردار محمد 70 امتیاز دو چراغ سبز، سمیع الله 70 امتیاز سه چراغ سبز. بله، برگشتیم به ادامه برنامه از کی بپرسم و قرار است که مرحله سوم برنامه ما از اینجا آغاز شود و دو تیم واقعا خیلی خوب بین هم رقابت دارن تا بتونن یکی از این اشتراک کننده ها بره به مرحله بعدی و برنده 15000 افغانی باشه از برنامه ما. شبیر احمد جان، شما گفتین که ما باید از قاری صاحب سمیع الله بپرسم و قاری صاحب، نام خدا هر سه چراغتان سبز، چی فکر میکنین که میتونی که به مرحله نهایی بری قاری صاحب؟ انشالله فکر می انشالله به یقین است انشالله من برنده میشم. خودت برنده میشی؟ انشالله. اقدر اعتماد به نفس بالا؟ اعتماد به نفس زیاد بالاست. بالکل. یا قبلا پلان کردین که باید قاری صاحب بره؟ خب بله، نمیتونه رفت. آفرین. نه از این تیم میگه نمیتونیم. بسیار خوب، آفرین. چی؟ چی گفتنی دارین در مقابل گپه؟ نه بان اشالت میشه. آه با خدا، یک چراغ سبز داری زیاولا. خیره گپه نیست انشالله. اما با یک چراغ سبز هم ما دیاتر از اشتراک کنده بود که دیگه اشتراک کنده رو حذف کرد و با یک چراغ سبز رفت به مرحله نهایی. خب میریم طرف سوال. قاری صاحب اماده هستین؟ انشالله. اولین مدنیت در تاریخ به چی نام یاد میشود؟ یک، دو، افغانستان یا بله. ویدی. آفرین قاری صاحب، جوابتان درست است و ده امتیاز به دست آوردین و جواب درست شد که قاری صاحب گفت مدنیت ویدی است. کف بزنین به افتخار قاری صاحب. قاری صاحب، زمام امور به دست خودتان است و خودت باید برام بگوی که از کی بپرسم. از محمد تمیم. از محمد تمیم جان. تمیم جان چطور، آرام استاده هستی از شروع برنامه تا حاله؟ اما تو آرام هستی یاد برنامه خود آرام گرفتی؟ آرام بسیار خوب. سوال ازت میپرسم، مترادف واژه نوحه چیست؟ یک، دو، نو، سه. نوحه نون، واو، هی، هی حلوا البته، هی دو چشمه. سه، چار و پنج. دومین چراغت سرخ میشه و در امتیازت کم و جواب درستشم زاری فقان ناله است. تشویق کنین قاری صاحب را. قاری صاحب، از کی بپرسم؟ این بار از متین احمد. از متین احمد جان، پایتخت کشور اسکاتلند چی نام دارد؟ یک، دو، حساب کنین، سه، چار و پنج. متاسفانه که دومین چراغت متین جان سرخ میشه و در امتیازت کم. کسی جوابش رو میفهمه؟ جواب درستشم ادینبورگ است. کف بزنین به افتخار قاری صاحب. قاری صاحب، از کی بپرسم؟ این بارم از محمد تمیم. از محمد تمیم جان. تمیم جان، خودت باید دقت بیشتر داشته باشی به دلیل از اینکه یک چراغ سبز داری و دو چراغت سرخ است و اگر چراغت سرخ شود از برنامه حذف هستی. آماده هستی که از سوال بپرسم؟ سیستم مخابره ماهواره از طریق کدام وسیله کنترل می شود؟ کامپیوتر. آفرین، کف بزنین به افتخار تمیم جان. تمیم جان، جواب خودت درست است و خودت ده امتیاز به دست آوردی و زمام امور هم به دست خودت است. از کی بپرسم؟ سردار محمد. سردار محمد جان. سردار جان، شما دو چراغ سبز دارین و یک چراغ سرخ، پس دقت بیشتر داشته باشین که چراغ سبزتان را حفظ کنین. موتر در کدام قرن اختراع شد؟ یک، دو، در سه، قرن 2000، چهار و 80. در قرن 80. فعلا در قرن چندم هستیم؟ در قرن 21. و موتر در نیمه دوم قرن 19 اختراع شد. دومین چراغتان سرخ میشه و در امتیازتان کم. تشویق کنین تمیم جان را. تمیم جان، از کی بپرسم؟ از قاری صاحب. سمیع الله، بزرگترین جزیره جهان چی نام دارد؟ یک، دو،
سه آسیا چهار و پنج آسیا قاره است قاری صاحب جزیره اولین چراغتان سرخ می شود و امتیازتان کم و جواب درستش هم جزیره گرینلند است تشویق کنین تمیم جان که واقعا خوب پیش میره تمیم جان آفرین خودت بسیار زیاد خوب پیش میری و در صورتی که یک چراغ سبزام داری اما واقعا فوق العاده پیش رفتی یک چراغ سردار محمد جان را و یک چراغ قاری صاحب را سرخ کردی اگر هم تو پیش بری من مطمئن هستم که میتونی به مرحله بعدی بری خودت از کی بپرسم از زیولا از زیولا جان زیولا سوال را ازت میپرسم دقت داشته باش سامانی واحد پولی کدام کشور است یک سامانی بله دو کشور فرانسه چهار مسکوسیه متاسفانه که با گرفتن این چراغ سار خودت از برنامه حذف شدی و جواب درستشام خودت از برنامه حذف شدی زیا اولا جان و جواب درستشام کشور تاجیکستان است و تشویق کنین تمیم را تمیم جان خودت از تیم مقابل توانستی که یک نفر را و یا یک اشتراک کننده را حذف کنی و فعلا هم باید برام بگی که از کی بپرسم از سردار محمد جان سردار محمد جان سوال یک سوال تاریخی است و خودت باید دقت بیشتر داشته باشی در غیر از اون خودت از برنامه حذف بشی آماده هستی که سوال ازت بپرسم نخستین جنگی که پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد بین کدام دو کشور بود یک دو سه چهار آمریکا و پنج متاسفانه که خودت از برنامه حذف شدی سردار محمد جان و جواب درستشام جنگ اندونزیا بود که بین اندونزیا و هلند بین سالهای 1945 و 1947 اتفاق افتاد خودت از برنامه حذف شدی اگر کدام پیام داشته باشی سردار محمد جان از خودت میشنویم دو کمرم خب ما خودم کارمند شورالی هستم بیشترم گفتم باید در پاکی و صفایی شهر کوشش کنیم سهم بگیریم اول از خود شروع کنیم باید اول خانه خود رو پاک کنیم بعدن خانه مردم کف بزنین به افتخار سردار محمد جان خب میریم طرف سوالات تمیم جان واقعا خودت بسیار زیاد خوب پیش رفتی و مرحله سوم برنامه است دقیقا که سوالات مشکل میباشه و از کی بپرسم از قاری صاحب سمیع الله قاری صاحب سوال واقعا مشکل است اگر معلومات داشته باشین آسان است آماده است قاری صاحب تاجیکستان در کدام سال عضو سازمان ملل متحد شد سال 1991 1991 را انتخاب کردی خودت قاری صاحب مطمئن هستیم بله خودت 1991 را انتخاب کردی و آفرین قاری صاحب جوابتان اشتباه است دومین چراغتان سرخ میشه و در امتیازتان کم و جواب درستشم 1992 بود خیلی نزدیک بود و خودتان 1992 را هم گفتین اما فرق نمیکنه قاری صاحب شما هنوز یک چراغ سبز دارین مثل که تمیم جان با یک چراغ سبزشان ضیاء الله جان و سردار محمد جان را حذف کردن شما هم اگر زبان امور و دستان بیایی میتانین تمیم جان از کی بپرسم؟ از قاری سمیع الله قبل از اینکه از سمیع الله جان من سوال را بپرسم اول یک تشویق کنین سوال را من میپرسم سوال مشکل است بدل لذی که مرحله سوم برنامه ماستم آماده استی؟ بله امیل دورکیم کی بود؟ باستو. یک امیل دورکیم کی بود؟ دو سه یک سلاطین بود بله؟ یک سلاطین پادشاه ها بود و پنج متاسفانه قاری صاحب شما از برنامه حذف هستین یکی از بزرگترین جامعه شناسان کشور فرانسه تشویق کنین تمیم جان را قاری صاحب شما از برنامه حذف شدین اگر کدام پیام داشته باشین خب چنانچه که شما در اول گفتین که از احمد محمد تمیم جان اینا یک چراغ سبز داشتن ولی توانست هر سه ما را حذف کنه یعنی از این معلوم میشود که ما هیچ وقت ناامید نشیم و باید مقابله کنیم در همه در مقابل مشکلات باید کار کنیم مقابله کنیم این یک نمونهش محمد تمیم جان است تشویق کنین قاری صاحب را قاری صاحب اگر یک قرات بسیار کوتاه
باز هم از شما داشته باشیم. درست. مشنویم از خودتان قاری صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله قاری صاحب بسیار زیاد تلاوت زیبا و موفق باشین قاری صاحب. تشکر از اینکه برنامه آمدین. تشکر. خب تمیم جان فعلا هم زمام امور به دست خودت است. از کی بپرسم؟ متین احمد. متین جان سوال هم ازت میپرسم و خودت دقت بیشتر داشته باش. درسته. بزرگترین شبه جزیره جهان چی نام دارد؟ یک حساب کنین. دو سه و پنج. متاسفانه که تمیم جان خودت هم از برنامه حذف شدیم و جواب درستشان شبه جزیره عربستان است. و تشویق کنین تمیم را که واقعا تمیم عالی پیش رفتی. خودت اگر کدام پیام داشته باشی تمیم جان کم را در خدمت. پیام خاص خود ندارم دیگه. تشکر. یک پیام خود داشته باش. نه دیگه پیام ندارم. چرا تو به پیام در برنامه آمدی؟ پیام خاص نیست دیگه. بله؟ پیام خاص نیست دیگه. خب تشکر از اینکه برنامه آمدی تمیم جان. تشکر من. خب تمیم جان خودت یک چراغ سبز و شبیر احمد جان دو چراغ سبز و زمام امورم به دست خودت. از کی بپرسم؟ از شبیر احمد. از شبیر احمد جان. خانقاه هرات و مسجد جامع هرات به دستور کی اعمار گردید؟ یک دو ابوالعباس سه چهار و پنج. متاسفانه که دومین چراغتان سرخ می شود و امتیازتان کم و جواب درستشان به دستور گوهرشاد بیگم. تشویق کنین تمیم جان را. تمیم جان خودت فکر می کردی که در این تو مرحله اساس بیاییم که خودتو شبیر احمد جان در رقابت باشیم؟ فکر می کردی؟ چقدر خوب. خیلی چند قبا چی میشه؟ خودت پیش بینی درست میکنی؟ کدام خوب؟ شبیر احمد هست میشه. بسیار خوب. تمیم جان از کی بپرسم؟ از شبیر احمد. از شبیر احمد جان. شبیر احمد جان شما واقعا چی میگن؟ تالی دارین؟ در این آخر تو یک سوال آمدم به جایی که از شبی من مطمئن هستم که خودت جواب داده میتونی و باید دهی هم یک ذره دقت داشته باشیم. سه اسم پسرانه را نام بگیرید که حرف آخرش ری باشه. سه دانه باید بکشه. یک بلی شبیر بلی دو. آفرین. کف بزنین وقتی خاره شبیر احمد جان. شبیر کبیر و سمیر. سمیر. متاسفانه تمیم جان که در این آخر زمام امور تغییر کرد و به دست شبیر احمد جان آمد. و شبیر احمد جان کاش که میگفتی از خودم بپرس. میشد. از کی بپرسم شبیر احمد جان؟ از تمیم جان بپرسم. از تمیم جان. تمیم جان تمیم جان بعد از هر تاریکی یک روشنی است. قبول داری خودت؟ بله. اما تو بعد از هر سوال آسان یک سوال مشکل است و این سوال نسبتاً مشکل است تمیم جان. و خودت واقعا یک کار فوق العاده انجام دادی که سه اشتراک کننده از این طرف و یک اشتراک کننده از تیم خود را حذف کردی و این جای افتخار است. آماده هستی که سوال ازت بپرسم؟ انقلاب صنعتی از کدام کشور آغاز شد؟ انگلستان. یک کجا؟ انگلستان. کجا؟ انگلستان. انگلستان؟ آفرین. کف بزنین به افتخار تمیم. آفرین تمیم جان. جواب خودت درست است و خودت ده امتیاز بده سوری. چقدر زود تغییر کرد. تمیم جان از کی بپرسم؟ از شبیر. شبیر احمد جان سوال ازت میپرسم دقت داشته باش که در برنامه باشی و چراغ سبزت را حفظ بکنیم. جنگ تریاک بین کدام کشورها به وقوع پیوست؟ یک
دو حساب کنین چین و سه. فرانسه چهار چین درست است و چین و انگلستان چی گفتین؟ چین و انگلستان چین و انگلستان یا چین و فرانسه یکش انتخاب بکنین انگلستان چین و انگلستان کف بزنین به افتخار شبیر احمد جان آفرین شبیر جان جواب خودت درست است خودت ده امتیاز به دست آوردی و زمام امور به دست خودت آمد از کی بپرسم؟ از تمیم جان بپرس از تمیم جان تمیم جان دقت داشته باش دریای هلمند در کدام سال خورشیدی از مسیر اصلی خود که سرحد بین افغانستان و ایران بود تخریب شد؟ یک بله؟ دو کمی بلندتر صحبت کنین سه چار. نزدیک است چهار و پنج خود دوازده چل نو و دوازده چل سه را گفتی که متاسفانه اردوش اشتباس خیلی نزدیک بود جوابت و جواب درستش هم 12:47 خورشیدی است. خودت از برنامه حذف شدی و تشویق کنین شبیر احمد جان را که شبیر احمد جان توانست با یک چراغ سبز بره به مرحله نهایی. تشکر از اینکه به برنامه آمدین، واقعا یک برنامه خیلی خوب بود. ما هم وقفه داریم، زود برمیگردیم. محمد تمیم حذف، متین احمد حذف، شبیر احمد 90 امتیاز یک چراغ سبز، زیالا حذف، سردار محمد حذف، سمیع الله حذف. بله دوستای عزیز، باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه از کی بپرسم، قسمی که شما هم بیننده بودین. شبیر احمد جان توانست که با یک چراغ سبز بیای به مرحله نهایی. شبیر جان اولا خب 5000 افغانی مبارکتان باشه. سلامت باشین. شما در شروع برنامه گفتین که شاید ما بیایم. چی احساس دارین؟ فعلا خودتان در مرحله نهایی هستین و باید سوالات جواب بدین و برنده 15000 افغانی از ما باشین. احساس خاصی ندارم، فقط این خواستن توانستن است. دقیقاً. شرط اول موفقیتم تصمیم درست. دقیقاً. شبیر احمد جان خودت بلد. یک چراغ سبز داری، پس باید دقت بیشتر داشته باشی که تا جواب سوالا را پیدا بکنی. در این مرحله از خودت 7 سوال پرسیده میشه که 2 سوالش 4 جز داره، 2 سوالش 2 جز داره و 3 سوال دیگه باید خودت بر ما جواب بدی. هر سوال ما با قیمت‌های مختلف است. سوال اولی به ارزش 1000 افغانی است، سوال بعدی به ارزش 1500 افغانی، اما تو سوالات به ترتیب 5500 بالا میره. در صورتی که خودت جواب درست بر ما بدی. درست. آماده هستی که اولین سوالات رو بپرسم؟ بله. دولت سامانیان حدود چند سال ادامه داشت؟ الف 101 سال و 6 ماه، ب 103 سال و 6 ماه، جیم 104 سال و 6 ماه و دال 102 سال و 6 ماه. 102 سال و 6 ماه. خودت گزینه دال را انتخاب کردی. بل. دو سه ب 4 و 5 خودت دال و ب را انتخاب کردی، کدامش؟ ب بیر انتخاب کردی در سال 103 سال و 6 ماه. چند فیصد مطمئن هستی که جواب درست است؟ 80 فیصد. نام خدا، این فیصدی را از کجا کردی خودت شبیر احمد؟ معلومات داشتی در این باره؟ سابق خوانده بودی. اما درست نیست، خودت معلومات داشتی اما به نظرم فراموش شده بود شبیر احمد جان. اگر چی میگن در این مرحله بعد این مرحله و در این سوال خودت جواب درست را اشتباه کردی، یعنی در شروع خودت گزینه دال را انتخاب کردی و بعد گفتی گزینه ب که جواب دال یعنی جواب اولی درست بود و خودت از برنامه حذف هستی و گرفتن این چراغ سرخ. تشویق کنین شبیر احمد جان را. شبیر جان ما هنوز وقت داریم، ما برات یک پیشنهاد داریم. برزش 1000 افغانی از ما چراغ بگی، ما برزش 1500 عدد سوال میپرسیم اگر موافق باشی خودت. خالی صاحب اجازه ندادم. 5000 افغانی فعلا داری خودت. خالی صاحب به قسم اجازه ندادم. خالی صاحب چه قسم اجازه میتن خالی صاحب؟ نه گفتن که چی میگن؟ 501000 خیلی نه قاری صاحب گفتن در جای کسب شدیم بس از پیسه را به قاری صاحب میتی یا خودت میبری با خود؟ نه به قاری صاحب میتی. به قاری صاحب میتین.
خب درست است، تشکر شبیر احمد جان. اگر نمیخواین پیش برین درست است، همینجا استاپ میکنیم. اگر کدام پیام داشته باشی کامرا در خدمتت. پیام خاصی ندارم، فقط از بزرگان میخواییم که یک زمینه کاروبار برای جوانان فراهم بکنن تا این که به کشورهای بیگانه مسافرت نکنن و خودشان به خطر نندازن. تشکر شبیر احمد جان از اینکه به برنامه آمدی. بخیر باشی. تشکری میکنم از برند بانوی شرق که لباسای امشب مرا آماده کرد. اگر دوست دارین که در برنامه از کی بپرسم اشتراک کنین، به شماره واتساپ برنامه ما که روی پرده های تلویزیونتان است پیام بگذارین، همکارای ما با تماس میشن با شما. بیاین برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشین. این بود برنامه امشب، تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان.